باشه دقت کنید میخواد بگید. گفت میخواد بناتون که این حالت های اینا پارازیت مانند این فلاتر دهلیزی نیست، حتما باید برای اینکه تشخیص بدیم که آیا اینجا پی منفیه پی مثبته، چه میدونم مثلا تیمون اینورت شده، استی الیویت شده، اینه باید از مریض نوار قلب بگیریم. این نمیتونه، فقط برای مانیتورینگ مریض، ریت مریض بالا پایین میشه چجوریه. خب همینجور که میبینید اینجا اولین دکمه، دکمه در واقع آن و آفه. قبل از اون هم اینجا باشه یه سری جای کابل هست، همینطور که میبینید اینجا جای کابل های اینویزیو بلاد پرشر یک، اینویزیو بلاد پرشر دوه، که اصطلاحاً همون کابلی هستش که برای گرفتن فشار خون، فشار خون تهاجمیه. خب بچه ها بعد اینا هم جای ترمومتره، ترمومتر برای اینه که میموقع مریض مثلا ممکنه توی آها باش اصابیش نخواه میگه از دیروز بابا خوبه بعد این باز خوبه دو بخواه. آها به نظر هم اجازه بده خب باشه دارن کنیم. باز گفتم لاینه هست که برای اندازه‌گیری درجه حرارته، یعنی شما تو آیسی میتونید در از مریض رو نگیرید، ولی پروبش رو باید یا زیر بغل مریض بذارید، یا معمولا پروبای رکتال داره، توی رکتال مریض قرار میدن. خب خیلی استفاده نداره، من که مریض این عمل جراحی من دچار هایپرترمی برخیم نشده اینجور مسائلی. بعد اینم که برای پالس اکسیمتر، اینم که برای فشار خونه، و این هم که در واقع مانیتورینگ مریض، سنسورای اندازه‌گیری تنفس هم به همین بسته. اینم که اینجا یه سری برگ مریض قرار میگیره برای چاپ شدنش، که اینجا می‌ذاریم پرینت اینجا چاپش میده بیرون، ولی خب غیر فعاله. خب این دکمه آن و آفه که می‌تونیم روشن خاموشش بکنیم. دکمه فریز رو بزنید همه اطلاعات استوب میشه. مثلا این زمان اینجا مثلا مریض یه لحظه فرزند دچار وی تک میشه، چند تا پی وی سی میزنه، فریز رو میزنیم به همکاری پزشک نشون میدیم مثلا، یا بقیه نشون میدیم. سایلنس هم اینه که زمان اگه داشت همش آلارم میزد میتونیم قطعش بکنیم. ریکوردم که میشه اطلاعات این رو ضبط کرد، ولی خب یه حالت کیس مانند داره تو استیشن که باید با اون تنظیماتش اوکی بشه، ولی خب این انجام نشد، یعنی تمام اینا رو ضبط میکنه. مثلا میتونیم بریم رو سی دی. خب یه دکمه خیلی مهم داریم اسم ترند. بچه ها ترند رو که میزنیم دقت کنیم، ترند رو که میزنیم نشون میده که پیشینه سابقه فشار خون مریض مثلا تو این گزینه اول که زدم مثلا چجوریه، تو دو ساعت پیش، دو روز پیش، سه روز، یه هفته پیش چی بوده. درست شد؟ میتونیم اینجا ببینیم که مثلا چند سپتامبر تو چه ساعتی فشار خون مریض چقدر بوده، این فشار خونشه، این فشار میانگینشه و اینم هارت ریتشه. درست شد؟ اگه دوباره فشارش بدم ترند رو ببینید، مانیتورینگ مریض میاره. مثلا شما مریضتون مرتب پی وی سی میزنه، مرتب پی وی سی میزنه مثلا، بعد شما میری دستشویی میای میخوای چک کنی ببینید زد موی شما نبود یا نه، اینو میزنی بعد با این جابجاش میکنه. ببینید میتونیم ببینیم که مثلا مریض فلانجا پی وی سی زده نزده چه جوریه. ببینید جابجا میکنه. ترند بعدی باشه حالت نمودار ماننده که ببینید مثلا الان اینجا هارت ریت مریض همین میانگی اینجا قطع شده، از دست مریض جدا بوده، یا چه میدونم اگه سورس پارتوکسیمت نبوده، یا مثلا مانیتورینگ مریض قطع شده. ببین اینجا دیگه نشونش نداده، ولی میانگی همین. من میتونم بیام اینجا باز مثلا هارت ریت رو بکنم، مثلا پالس ریت اینجا SpO2ه. بچه دقت کنید مثلا اینجا NIV، بعد ببینید اینجا فشار خون مریض، ببینید کم کم داره افزایش پیدا میکنه. خب پس این ترند هم کارش اینه که خدمتتون توضیح دادم. پرینت هم که از این صفحه پرینت میگیره که باز غیر فعال هستش. ویو بچه ها، ویو دکمه خیلی خوبه. ویو رو که بزنید مثلا شما پرستار تخت، مثلا تخت دیگه هم هستی، ولی الان اومدید اینجا میخواد ببینید مریضت آیا مثلا انظر ریتم قلبی تغییری کرده یا نکرده، شما الان اینجایید.
سچوریشنش چنده، چه جوریه با این ویو. الان این ویو تخت یکه، این تخت دوه، الحمدلله هیچ کدوم بهشون نمیده. تخت سه، پنج، نه این قرطه بچه ها، این پشتش کابل داره که این کابل گهرمه، نه این ها کابل هم که داره، این ها هم کابل است. خب در هر صورت این ها مثلا تخت سه بچه ها میبینید، این الان تخت سه توجه کردید، ما اینجاییم ولی الان داریم مانیتورینگ تخت سه رو داریم میبینیم، تعداد تنفسش، ضربان قلب چهار، تو رو خدایی داره نشون بده، دو ها دو رو هم نشون میده، دو رو تا قطع میگه، یک SPO2 علمه سواله، آن سیمش از پشت قطع بود، دادی درست درستش کرده. حالا در هر صورت اینم تخت هفته مثلا اسکیپ همه چون هر جا به موشی برخورده اسکیپ میدن، یعنی از اون جا خارج میشه اسکیپ. منیو هم که همون منو یا منیو هستش، میتونید اینجا اطلاعات مریض وارد بکنید، خیلی این دکمه کاربردیه. اینجا مثلا پیشن مثلا در واقع جنسیتش، بزرگ کوچیک، قد و وزن و سن و اسمش، اینا رو میتونید وارد کاری نداره میتونید وارد کنید. آلارم ها میتونیم آلارم ها بچا حداقل حد اکثر رو تنظیم بکنیم، مثلا ضربان قلب یا فشار خون اومد زیر یه عدد یا رفت بالا یه عددی آلارم بزن. بعد اینجا تنظیمات دیگه تک تک این مواردی که برای ما مهمه، مثلا تنظیمات مانیتورینگ EKG که از مریض نشون میده، مثلا باز اینجا میتونیم محدوده آلارم براش در واقع تعیین بکنیم، میتونیم سورس ببینید، هارت ریت سورس بزنمش اینجا، ببینید هارت ریت سورس، هارت ریت سورس SPO2 که من اینو میکنمش اوتو، یعنی ضربان قلب مریض رو چه با مانیتورینگ چه با SPO2 پیدا کردی اوکی دست در نکنه به ما نشون بده. خب رنگاش هم میتونی تغییر بدی برمیگرده. SPO2 اینجا باز یه سری حداقل و حداکثر تنظیم داره. NIVP مثلا شما فشار خون مریض رو میخواد مرتبا اندازه بگیرید، اینجا میزنید الان اتوماتیکش آفه، آنش میکنید بر کنید آن میکنه، هر 15 دقیقه بگیره، هر 10 دقیقه، هر 5 دقیقه، هر 4 دقیقه، هر یه ساعت فشار خون مریض رو بگیره. این قابل تنظیمه، آن آفش بکنم، پس میتونیم فشار خون مریض رو کاری بکنیم که مرتبا بگیره برامون، درست بچه ها؟ تمپرچر، اینویزیو بلاد پرشر، بقیهش هم همین جوریه که کاری نداره. کاپنوگراف که مثلا برای سنجش میزان CO2 بازمه که باید دست کاپنوگراف داشته باشیم، ما این نداریم اینجا. اسکیپ رو میزنیم میایم بیرون. اینا هم که عرضم به حضورتون نور صفحه رو کم و زیاد میکنه، نورش کم شد و نور زیاد شد. اینجا وقتی که میبینید پارازیت داره میتونید EKG رو تغییر بدید، اینجا میبینید زده دو، من اینو فشار بدم میشه سه، الان سه کلن قطع شد خوب نبود، میکنمش یک، یک هم که الحمدلله لیداش قطع، همون دو خوبه. EKG سنس، سنس یعنی بس رو اندازه شو چقدر بکنیم. خب در واقع اینجا زده زد داره یک، اینو که من میزنم میشه زد داره دو، بزرگتر میشه شد یک چهارم، شد یک چهارم. میبینی بچه ها این تغییر میکنه، خسته شده شما نه؟ خب ببخشید ها، خب بچه ها اینجا رسپیتوری لیده که باز لیدهای تنفسی هم روی یکه، میبینی میشه باز تغییرش داد، یکه بشه دو، بشه سه، بشه هر دو، باز میشه اندازه این رو هم تغییر داد با رسپیتوری سنس، میشه اندازه این رو تغییر داد. دکمه که خیلی باش کاری مشه NIVP یا نان اینویزیو بلاد پرشر، NIVP یا نان اینویزیو بلاد پرشر، فشارش اگه بدیم از مریض فشار میگیره، دوباره فشارش بدیم غیر فعال میشه، فشارش بدیم از مریض فشار میگیره، نان اینویزیو بلاد پرشر. این اینویزیو بلاد پرشر هم که برای تعیین کردن صفر اینویزیو بلاد پرشر که الان کاری باش نداریم، بیشتر تو ICU اوپن هارت استفاده میشه. اینم که صدای اینو کم و زیاد میشه، شباب کمش میکنیم روزا زیادش میکنیم. بعد دیگه تقریباً تموشونم که همون کام فشار سنجمون که بزنیم روش شروع میکنم به باد کردن، یعنی که دیگه خودتون بلده دیگه، مثل های فیلم های استوکن رسیم.
در خودش.